در واکنش به انتشار خبر دعوت مکرون از ایران برای حضور در نشست G7 و ملاقات با ترامپ در حاشیه این نشست و رد این دعوت از طرف روحانی مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خبر را شایعه خواند وی اظهار داشت وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهوری پیش از این اعلام کردند که تمایل دارند بدون هیچ پیش شرطی با ایران گفتگو کنند و هر وقت آیت الله خامنه ای یا روحانی یا هر کس دیگری در دولت بخواهند با دولت آمریکا صحبت کنند شنیده خواهد شد. ارتگاز همچنین در واکنش به اینکه با وجود تحریم ظریف آمریکا قرار است با چه کسی گفتگو کند گفت تاکید نشده که حتما با فرد خاصی در نظام ایران صحبت شود. او افزود ایرانی ها می دانند که اگر می خواهند درباره بازگشت به عرصه جهانی و لغو تحریم ها صحبت کنند باید با رئیس جمهوری تماس بگیرند او اظهار داشت ترامپ منتظر تماس تلفنی آنهاست در واکنش به موضوع دعوت از ایران برای شرکت در نشست جی 7 دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه اظهار داشت فرانسه نماینده آمریکا برای مذاکره با ایران نیست. وی با بیان این موضوع که مکرون به ایران علامت اشتباه می دهد گفت هیچ کس این اختیار را ندارد که آمریکا را نمایندگی کند. ترامپ همچنین با بیان این موضوع که ایرانی ها به شدت به دنبال مذاکره با ایالات متحده هستند گفت ایرانی ها از کسانی که ادعا می کنند نماینده آمریکا هستند علائم متفاوتی دریافت می کنند. وی همچنین افزود ایران گرفتار مشکلات جدی مالی و اقتصادی است و به شدت خواهان گفتگو با آمریکاست. اظهارات مقام های آمریکایی در خصوص شنیت نداشتن فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا در حالی عنوان می شود که پیش از این رئیس سازمان پدافند غیر آمل کشور هم با بیان این موضوع که صبر استراتژیک ایران آمریکا را کلافه کرده گفته بود جمهوری اسلامی باید مراقب ترفندهای سیاسی مکرون باشد. او تاکید کرده بود فرانسه تلاش می کند مطالبات سلطه طلبانه آمریکا را بار دیگر از زبان اروپایی ها بیان کند. در این حال آمریکا در حالی بر عدم میانجیگری فرانسه تاکید می کند که تا کنون و پیش از این هم فرانسه و هم ژاپن را برای رساندن پیام آمریکا به ایران انتخاب کرده بود که با واکنش سرد ایران مواجه شده بود. اما تحلیلگران معتقدند رابطه بین ایران و آمریکا تا زمانی که دو کشور مستقیما با هم وارد گفتگو نشوند مرتفع نخواهد شد و میانجیگری فقط مشکلات موجود در رابطه بین ایران و آمریکا را لاینحلتر خواهد کرد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری پنج شنبه در نشست مشترک شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از تلاطم عبور کرده و به ثبات رسیده است از مدیران خواست در هزینه ها صرفه جویی کنند منابع جدید کشف کنند و هزینه ها را کاهش دهند جهانگیری با بیان این موضوع که شرایط فروش نفت برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار شده از مسئولان خواست با ایجاد اقتصاد مقاومتی کمک کنند تا تاباوری مردم در مقابل مشکلات خارجی افزایش یابد و در برابر فشارهای اقتصادی پابرجا بمانند. او افسود غرب تصور می کرد خروج آمریکا از برجام موجب هرج و مرج و تنش در ایران خواهد شد اما در حال حاضر شرایط اقتصادی بهتر از سال گذشته است وی همچنین روند سعودی و جهش بورس را نشانگر امیدواری مردم به آینده دانست و گفت در شرایطی که آمریکا در تلاش است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند جمهوری اسلامی باید تلاش کند تا بدون فروش نفت کارهای خود را انجام دهد و در مبادلات اقتصادی راهکارهای جدیدی کشف کند جهانگیری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اقتدار ایران در حوزه های مختلف با اشاره به توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس آن را دزدی دریایی خواند و اقدام مقابله به مثل ایران در توقیف کشتی بریتانیایی را نشانه ای اقتدار ایران دانست و اظهار داشت اروپا و غرب اقتدار جمهوری اسلامی را در امور مختلف دیدند. اظهارات جهانگیری در خصوص کشف راه های جدید برای کسب درآمد بدون فروش نفت در حالی عنوان می شود که ایران سال اقتصاد خود را بر پایه اقتصاد نفتی استوار کرده است و دیگر مسیرهای درآمدی خود را مسدود کرده است. در ایران از دیرباز به علت شرایط خاص جغرافیایی استفاده از ظرفیت ترانزیتی مهمترین ظرفیت درآمدی ایران بوده است اما حکومت‌های مختلف در ایران نه تنها از این ظرفیت اقتصادی بی‌نظیر به درستی استفاده نکردند بلکه با تعلل موجب شدند تا این ظرفیت به دیگر دولت‌های همسایه مثل قطر و ترکیه واگذار شود همچنین جهش بورس در ایران نه تنها نشانه پویایی و شادابی اقتصادی نیست بلکه ابزاری است که با استفاده از آن بسیاری از صاحبان سرمایه با دستگاری در بازارهای سرمایه‌ای نه تنها به رکود دامن میزنند بلکه از آن فقط به عنوان ابزاری برای سودآوری بیشتر استفاده می کنند و موجب می شوند که نشانه های اقتصادی نادرستی نیز مخابره شود. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران و فعال سیاسی اصلاح طلب طی مصاحبه مطبوعاتی در جهت خروج از مشکلات کنونی کشور پیشنهاداتی را مطرح نموده و در همین راستا و به علت نزدیک شدن به کارزار انتخابات به موضوع تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس در زیر ذره شورای نگهبان و در نتیجه به گمان زنی های جریان های سیاسی در ارتباط با شیوه برخورد مردم با صندوق های رعی در انتخابات پیش رو پرداخت. وی گفت شرایطی که برای کشور به وجود آمده با این حال که نمی شود گفت عملکرد دولت ها و مجلس های گذشته در ایجاد آن دخیل نبوده به همین خاطر نمی توان از جریان اصولگرایی که دولت های هشتم و نهم و سه مجلس را در ادوار گذشته اختیار کرده بودند رفع مسئولیت کرد اما در حال حاضر کشور ما در شرایطی به سر می برد که به هیچ وجه این بحث ها جایی در آن ندارد چرا که اکنون کشورمان متأثر از شرایط بالادستی و مسائل ما در روابط بین الملل است اما خوشبختانه پس از سالها همانند استقلالی که در انقلاب پنجاب و هفت صورت گرفت اکنون نیز بین دولت نیروهای مسلح و سیاست مداران و همینطور نیروهای امنیتی و نظامی هماهنگی ویژه ای ایجاد شده و حاصل آن بروز جلوه های اقتدار ایران است. چرا که با اوج فشارهای بین المللی و تحریمهای ظالمانه قدمی به عقب بر نداشتیم و اتفاق مهمتر این است که تا جایی پیش رفتیم که در بین کشورهای منطقه امارات و عربستانی که تا دیروز آب به آسیا به دشمن می و بر علیه ما بودند اکنون ابراز تمایل دارند که با ما گفتگو کنند تا اوضاع به جهت حل مسائل بین ایران و کشورهای عربی در منطقه به نفع ما حرکت کند مرعشی سپس با عنوان این مطلب که تا قبل از این رویدادهای پیش آمده اخیر کشورهای متحد عربی حامی آمریکا در تصور خود اینگونه برداشت کرده بودند که ایران در ادامه ضعیف می شود و آمریکا به مقابله برمیخیزد و ما را شکست می دهد ولی اکنون به اشتباه محاسباتی خود پی بردند و از سوی دیگر حتی ترامپ و تیمش اکنون دیگر به این نتیجه رسیدند که محاسب محاسبات اولیه ی آنها درباره زمینگیر کردن ایران در یک محدوده زمانی سه تا شش ماه اشتباه بوده و برعکس ایران در برابر تحریم های بی سابقه آنها همچنان با قدرت ایستاده است. مرشی بر این اعتقاد است اکنون که در عرصه بین المللی توانسته ایم اقتدار خود را نشان دهیم و برای دفاع از حیثیت ایران با صلابت عمل کنیم بهتر است در داخل هم با ایجاد وحدت بین جریانهای مختلف با مدیریت رهبر نظام و هماهنگی سه قوه مشکلات داخلی را حل و فصل نماییم مرعشی در ادامه در خصوص این نظریه که برخی اظهار می‌دارند امید اجتماعی کم شده و به لحاظ مشکلات معیشتی و برآورده نشدن مطالبات مردم عموم مردم اشتیاق کمتری به انتخابات نشان می‌دهند و ارتباطشان با حاکمیت کم شده گفت اینکه 50 میلیارد دلار صادرات نفتمان را از دست داده ایم همه میدانیم و باید پذیرفت مسائل این چنینی طبیعتا آثار مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است و در کل در شرایط تحریمی صادرات و واردات کشور با مشکلات زیادی مواجه گشته که افزایش قیمتها نمونه بارز آن است وی گفت مسئله مهم دیگر اکنون کسری بودجه حداقل 150 هزار میلیارد تومانی دولت است که هرگز نمیتواند تورم را از طریق افزایش دستمزدها جبران کند وی گفت اما در حال حاضر با این شرایط بسیار سختی که در کشور حاکم شده است راه حل چیست ما در برابر زورگویی های ترامپ و تحریم هایش دو راهکار داریم نخست عقب نشینی که جایز نیست و بحث مذاکره هم که تکلیفش مشخص است اما راهبرد اصلی این است که راه مقاومت کلی را پیش بگیریم که بخشی از این مقاومت وظیفه دولت ولی بخش مهم و اساسی بر دوش ملت قرار دارد در همین زمینه او اضافه کرد باور دارم تا به اکنون مقاومت ها جواب داده و ما در مسیر بهبودی هستیم و به احتمال زیاد در چند ماه آینده از بحران ایجاد شده خواهیم گذشت و به لحاظ اقتصادی شرایط بهتری کسب خواهیم کرد وی گفت دولت در سال جاری با جدیت بیشتری باید موضوع اصلاح نظام مالیاتی کشور را در اولویت قرار دهد چرا که فرار مالیاتی سرمنشع بیعدالتی و عمیق شدن شکاف طبقاتی است به همچنین گفت در حال حاضر با فراهم بودن سیستم های الکترونیک هوشمند و دسترسی آسان به اطلاعات در فضای مجازی نظم دادن به نظام توزیع کالا و برداشتن فشارهای اضافی از دوش مصرف کننده کار دشواری نیست مرعشی اعتقاد دارد که کشور باید خردورزانه اداره شود. اصلاح طلمان هم اگر خردورزی نکنند و تنها در پی تغییرات سیاسی باشند همان ضربه ای را میزنند که احمدی نژاد زد. وی در ارتباط با مشارکت سیاسی مردم با ایجاد فضای امید اجتماعی در انتخابات از آن داشت تنها بخشی از انتخابات سیاسی است و بخش دیگر و مهم آن اجتماعی است و لذا با اشاره به انتخابات پیشرو و خطاب به مسئولین دستن در کار تاکید کرد این فرصت را ایجاد کنید که سیاستمداران اصیل و پاکدامن و ملی در صحنه حاضر شوند و همچنین نظر من به مسئله تایید صلاحیت با کفایت شدن مجلس است وگرنه در ایران انتخابات همیشه جدی بوده و هست لذا ملت با دولت مجلس و شورای شهر زندگی می کنند مرعشی به درستی متوجه شده بدون کارآمدی و نیز باز کردن نظام مدیریتی کشور دولت و حاکمیت به راحتی توانند از این مسیر عبور کنند حجت الاسلام احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در خصوص برخی سوالات و ابهامات آستان قدس رضوی در سخنانی سعی کرده که توضیحاتی در ارتباط با معموریت های این آستان و ادامه یا توقف بعضی از فعالیت های در حال انجام این مجموعه را بدهد. وی نحوه تصویرسازی از ثروت آستان قدس را شایعه دانست و آن را نسبت به مخالفان از جمله تلویزیون مناتو نسبت داد که این ثروت چنان تبلیغ می شود که گویی اینجا مرکز سقل منابع ثروت کشور است او همچنین در مورد اینکه دلیل ارسال نکردن بودجه و خدمات به استانها چیست و در نتیجه اجرای فرمان هفت ماده رهبر چه می شود گفت نخستین که کسی خدمات استانی را کمرنگ نکرده و سپس این که بنده در خصوص نظرخواهی های از معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی در این خصوص سوال کردم که در جواب اظهار داشتند که در سالی که گذشت در زمان مدیریت رئیسی هنگامی که بودجه 98 برای این آستان به تصویب می رسید پاسخ دادند که ما خدمات استانها را تنها به چند استان و منطقه محروم محدود کنیم که یکی مشهد دیگری سیستان و آن یکی هم مشخص نشده بود که زمان که گذشت مناطق سیل زده را به جایش اعلام کردیم مروی اضافه کرد حال این تصمیمات و اتخاذ بودجه به سال قبل باز می‌گردد و هرگز هیچ گونه تغییری در آن ایجاد نکردیم و هیچ ای را هم نبستیم مروی در ادامه نطق خود با اشاره به تبلیغات گسترده ای که در شبکه های مجازی و اجتماعی کرده اند و اعلام شده که از زمانی که فلانی تولیت آستان قدس را به دست گرفته نه تنها همه چیز را تعطیل می کند بلکه فقط مانده که درهای حرم را هم قفل کند افسود ولی باید بگویم نه چیزی را تعطیل کرده ایم نه کم کرده ایم و نه هیچ چیز دیگر البته دفاتر استانی با بررسی های لازم فعلا فعالیتشان متوقف شده به سبب آنکه بفهمیم حضور این دفاتر چقدر میتواند ضروری باشد مروی در خصوص بودجه هم گفت بودجه هیچ تغییری نکرده و دقیقا همان بودجه تصویبی سال 97 دوره رئیسی است مروی سپس در خصوص این پرسش که چرا خدمات و بودجه آستان به دفاتر استانی ارسال نمیگردد به گفتگویش با رئیسی در زمان تصدیگری آستان اشاره کرد و از آن داشت که به ایشان اعلام کرده ایم نظرتان درباره این دفاتر چیست؟ آیا برای آستان قدس هزینه ندارد؟ که رئیسی در پاسخ خاطرنشان کرد خیر هیچ هزینه ای نداشته و دفاتر استانی باید خرج خودشان را در بیاورند و ما از آستان برای آنها بودجه نمیفرستیم. مروی در ادامه با قرائت فرمان هفت ماده رهبر ضمن اینکه اعلام کرد با دقت مفاد این فرمان را خوانده است چرا که مسئول اجرایی آن است به سه نکته مهم در این مفاد اشاره کرد و گفت نخست ایشان فرمودند به زوار محروم رسیدگی کنید دوم به مجاوران محروم رسیدگی کنید و در پایان هم فرمود در استانهایی که موقوفه دارید قسمتی از درآمد همان موقوفات را اگر چنانچه در ارتباط با وقت نامه است به نیازمندان و در نتیجه در استانهاییم که موقوفات نداریم هیچ گونه مسئولیتی متوجه آستان نیست و در نتیجه فرمان رهبری به سراحت کامل در حال اجراست. مروی اظهار داشت که برای کمک به استانهای سیل زده به آن مناطق سر زدم و با بررسی وضعیت مردم دوازده هزار افتار روزانه را به سه هزار نفر کاهش دادیم و وچهان آن را به سیل زده ها تقدیم کردیم. مروی با ذکر این نکته که کار انسان بدون اشتباه نیست به همین منظور درباره غذاهایی که بین فقرا و محرومان از طرف آستان توضیح می شد برخی آمدند و گفتند غذاها به محرومان نمی رسد و فیش های افتاری از 100 تا 150 هزار تومان بعضی از آنها فروخته بودند و مسائل دیگری از این دست که ما متوجه خطای خود شدیم و سپس روش خود را تغییر دادیم مروی در خصوص کمک به سیل زدگان از تقدیم بسته 70 میلیارد تومانی به این عزیزان خبر داد. این سخنان در حالی است که آستان قدس رضوی با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین منابع مالی از کنترل حسابرسی دولت خارج است و این در حالی است که شرکت های این مجموعه از پرداخت مالیات بر عملکرد معافند و هیچ گزارش روشنی از منابع درآمدی و هزینه ها که میلیاردها تومان می در اختیار عموم قرار نمی دهند و تلاش دولت نیز از این بابت همیشه شکست خورده است. گفته می شود که این مجموعه صندوق ذخیره برای هزینه های نهاد رهبری محسوب می شود. به گزارش رویترز آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد موضع این سازمان در مورد منطقه کشمیر بر پایه منشور سازمان ملل متحد و قطنامه های شورای امنیت اتخاذ می شود سخنگوی گوترش روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل با نگرانی اوضاع جاما و کشمیر را پیگیری می کند و طرفین را به بالاترین حد ممکن از خیشتنداری دعوت کرده است این سخنگو همچنین گفت دبیر کل همچنین نگران اخباری است که از برخی محدودیت ها در بخش تحت کنترل هند از کشمیر حکایت دارد محدودیت هایی که میتواند به وخامت اوضاع حقوق بشری این منطقه منجر شود او افزود: دبیر کل از همه طرفها خواست از اتخاذ تدابیری که میتواند بر اوضاع جامو و کشمیر تاثیر بگذارد پرهیز کنند تنش بین هند و پاکستان پس از اقدام هند در اعزام هزاران نظامی دیگر به منطقه مورد مناقشه کشمیر و برقراری مقررات منع آمد و رفت در این منطقه و همچنین قطع ارتباط بخابراتی و دسترسی به اینترنت در آن و بازداشت عده‌ای از رهبران سیاسی کشمیر بالا گرفت. تذکری شاید محترمانه به رئیس جمهور فرانسه دونالد ترام در توییتی روز گذشته از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میخواهد که نقش نماینده امریکا را در مذاکرات با تهران بازی نکند آقای ترام میگوید هیچکس مجاز نیست از طرف ایالات متحده امریکا با ایران صحبت کند در همین امتداد در توییت دیگری آقای ترامپ مینویسد وضعیت اقتصادی ایران بسیار بد است آنها تمایل دارند که پای میز مذاکره با ما بیایند اما برخی که ادعای نمایندگی امریکا را دارند سیگنال های متفاوتی به تهران میفرستند ترامپ میگوید البته می‌دانم که امانوئل مکرون قصد و نیت خوبی دارد اما هیچ کس نماینده امریکا نیست نشریه هیل می نویسد این توییت آقای ترام در ارتباط با دعوت امانول مکرون از روحانی رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشست گروه هفت بوده است. هیل البته از قول خبرگزاری رویترز می نویسد یک دیپلمات فرانسوی ادعای دعوت از حسن روحانی را رد کرده است و گفته است این ادعا نادرست است. نشریه هیل مینویسد در این زمینه تلاش کرده تا با سفارت فرانسه گفتگو کند اما موفق نشده است. در سوی دیگر نتایج یک نظرسنجی تازه در امریکا و در میان هواداران حزب دموکرات نشان میدهد که جو بایدن همچنان به عنوان بخت نخست دموکراتها برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 است این نظرسنجی در اوایل ماه آگوست صورت گرفته و 22 درصد شرکت کنندگان جو بایدن را گزینه نهایی خود برای رقابت با دونالد ترامپ انتخاب کردند پس از بایدن برنی ساندرز با 19 درصد آرا قرار دارد که نسبت به ماه گذشته توانست محبوبیت خود در میان هواداران دموکرات را به میزان 2 درصد افزایش دهد اما شبکه خبری سی به وضعیت آوارگان سوری مستقر در ترکیه پرداخته در گزارش سی به آوارگان سوری ساکن شهر استانبول اشاره می شود که بر اساس قوانین جدید ترکیه آنها باید به شهرهای اطراف استانبول مهاجرت کنند بسیاری از آوارگان سوری برای پیدا کردن شغل و کسب درآمد از دیگر شهرهای ترکیه به استانبول آمدند و اغلب به صورت مخفیانه کار میکنند دولت ترکیه به این دست از آوارگان سوری اعلام کرده که برای تکمیل پرونده اقامت موقت خود میبایست تا 20 آگوست شهر استانبول را ترک کنند و به دیگر شهرهای ترکیه که قبلا در آنجا ثبت نام شدن برگردند سی ان می نویسد اغلب آوارگان سوری حالا ترکیه را کشور خود میدانند برخی از آنها میگویند با با شرایط کنونی حاضرند در شهرهای دورافتاده ترکیه زندگی کنند اما به سوریه برنگردند سی ان می نویسد اگرچه دولت ترکیه به صورت اجباری هیچ شهروند سوری را مجبور به ترک خاک این کشور نکرده اما تلاش دارد شرایط خروج داوطلبانه مهاجران سوری را فراهم کند بیش از 3.5 میلیون سوری اکنون در جامعه ترکیه به چالشی بزرگ برای دولت مردان این کشور تبدیل شدند. دولت ترکیه میگوید تا کنون بالغ بر 38 میلیارد دلار بابت پذیرایی از آوارگان سوری هزینه کرده است اما مسئله تنها این نیست از بعد اجتماعی جامعه ترکیه هنوز پس از نزدیک به یک دهه نتوانسته شهروندان سوری را در خود بپذیرد